رد توقف گفتگوها روی امضای پیمان استراتژیک با آمریکا از سوی رئیس جمهور کرزی، متهم شدن والی قندهار به اختلاس بیش از 90 لک افغانی از سوی مشران و جرگه، هشدار اعضای اتاق تجارت از مواجه شدن افغانستان با بحران اقتصادی پس از سال 2014، هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران از جلوگیری این کشور از دست یافتن به سلاح هسته‌ای، و راهپیمایی‌ها در اعتراض به برنده شدن ولادیمیر پوتین در روسیه. سلام، با رویدادهای خبری این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. گوینده احمد شفیق محمدی. رئیس جمهور کرزی گزارش ها از توقف گفتگوها در مورد امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را رد نموده میگوید مذاکرات روی امضای این پیمان با مقام های آمریکایی جریان دارد، اما تاکید می‌ورزد شرایط افغانستان پا بر جاست و آمریکا باید آن را بپذیرد. در همین حال رئیس جمهور پولند با همکاری کشورش در افغانستان پس از سال 2014 تاکید کرد. برونیسلاکو بروسکی رئیس جمهور پولند در دومین سفرش به افغانستان در یک نشست خبری با رئیس جمهور کرزی حضور یافت. آقای بروسکی بر همکاری های کشورش پس از سال 2014 و خروج نیروهای پولندی از افغانستان تاکید کرد، اما گفت پولند افغانستان را پس از خروج نیروهای بین المللی تنها نخواهد گذاشت. وی بر آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان تاکید نموده افزود پولند آماده است تا افغانستان را در این زمینه همکاری نماید. خروج نیروهای ما از افغانستان پس از سال 2014 به معنای قطع روابط با افغانستان نیست. پولند افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. ما همچنان بر تعهدات خود در قبال افغانستان متعهد خواهیم بود. در همین حال رئیس جمهور کرزی گزارش های به نشر رسیده را که گویا گفتگوها روی امضای پیمان استراتژیک افغانستان با امریکا به تعویق افتاده است را رد نموده میگوید که مذاکرات برای امضای این پیمان جریان دارد. هرچند وی از پیشرفت هایی در این خصوص سخن میگوید، اما تاکید می دارد که امریکا باید پیش شرط های حکومت کابل را بپذیرد. توافق استراتژیک ما با امریکا از 1.5 سال به طرف داریم صحبت میکنیم. در هفته اخیر پیشرفت های در این مورد شده. دیروز بازم مذاکره داشتیم و سوالات داشتیم و صراحت های را دو خواستار شدیم. پیشرفت به وجود آمده و افغانستان کوشش داره که پیشرفت زیادتر بسازه و ما اطمینان خود از آن لحاظ حاصل کرده باشیم. مذاکره جریان داره. از سوی هم رئیس جمهور کرزی محدودیت های وضع شده برای زنان از سوی شورای علما را طبق اصول و شرایط اسلامی دانسته می گوید. جمعه گذاشته اونا در اعلامیشان که ماهوار نشر میشه اصول و ارزش های اسلامی را در لابلای تقویه موقف زنان و حمایتشان از موقف زنان اعلان داشتن که او یک دیدگاه شرعی و تنواست و تمام مسلمان ها و افغانستان بود پابند استیم. این در حال است که شورای علما در این اواخر با صدور اعلامیه گفته است که زنان نمیتوانند پس از این در ادارات دولتی افغانستان با افراد نامحرم اختلاط نمایند و از سوی هم زنان نمیتوانند بدون داشتن محرم به جایی سفر کنند. یک نظرسنجی نشان میدهد که بیش از 50% مردم امریکا از پوزش خواهی باراک اوباما از دولت و مردم افغانستان به خاطر سوزانده شدن نسخه های قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام حمایت میکنند. در همین حال جان آلن فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از معذرت خواهی خود در این زمینه دفاع کرده است. اما پیش از این رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا اوباما را به خاطر این پوزش خواهی به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند. در حالی که تظاهرات ضد آمریکایی به خاطر سوزانده شدن نسخه هایی از قرآن کریم توسط سربازان وحشی این کشور سبب کشته و زخمی شدن ده ها افغان گردید و این مسئله کشته شدن شماری از سربازان آمریکایی را نیز در پی داشت، اما رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا از جمله نامزدان ریاست جمهوری این کشور مانند نیوت گینگریچ و ریک سانتروم از خواهی رئیس جمهور اوباما و سایر مقام های کاخ سفید را در این باره به شدت مورد انتقاد قرار دادند. اما نظرسنجی را که خبرگزاری رویترز در این مورد انجام داده نشان می‌دهد 56% افرادی که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند از معذرت‌خواهی اوباما حمایت می‌کنند.
در همین حال 66% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی گفتند واشنگتن باید نیروهای خود را از افغانستان به صورت فوری خارج نماید. نظرسنجی که از دوم تا پنجم ماه مارچ انجام شده نشان می‌دهد که دموکرات‌ها بیشتر معذرت‌خواهی اوباما را حمایت می‌کنند و 76% آنان می‌گویند اوباما در مورد این مسئله تصمیمی درستی را اتخاذ کرده است. این در حالی است که 37% جمهوری‌خواهان از این پوزش‌خواهی حمایت کرده و بیش از نیمی از آنان در این نظرسنجی این تصمیم را نادرست خواندند. در این حال 53% افراد مستقل از این معذرت‌خواهی حمایت کردند. از سوی دیگر جنرال جان آلن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در کشور در مصاحبه گفته است که قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان است و با گفته وی گرچه سوزانده شدن نسخه های از این کتاب عمدی نبوده اما معذرت خواهی رهبران آمریکا در این باره از جریحه دار شدن بیشتر احساسات مردم افغانستان کاسته است و این معذرت خواهی در راستای حفظ روابط دوستانه میان آمریکا و مردم افغانستان مؤثر واقع شده است. توریالای ویسا والی قندهار در اختلاس بیش از 90 لک افغانی در ریاست معارف این ولایت دست دارد. شماره از اعضای مشران جرگه با ابراز این مطلب خواهان برکناری والی قندهار از این سمت شدند. از سوی دیگر یک گروه پارلمانی موسوم به گروه حفاظت از قانون و وحدت ملی در مشران جرگه اعلام موجودیت کرد. در حالی که پیش از این اعضای مشران جرگه توریالای ویسا والی قندهار را به منظور پاسخگویی در قبال یک سناتور جعلی به روز سه شنبه به این مجلس فراخوانده بودند اما وی به مشران جرگه حاضر نشد. در همین حال شماره از اعضای مشران جرگه والی قندهار را به اختلاس 95 لک افغانی در ریاست معارف قندهار متهم نموده خواهان برکناری وی شدند. کندار والی باندې ګردان ټول کناډایي دی د جاسوس راغلی د کناډا څخه د مشري چې مشتره د مرده قوانینو احترام هیڅ نه ساتي. خوشبختانه پرونو یو بل مستند مکتوب د کندار د والی په امضا لاسته راوړی دی. 15 لک افغانۍ د کندار د معارف په ریاست کې اختلاس شوی دی. والی صاحب کندار با چنین زوری که آمده نه سر حکومت افغانستان خبر است و نه سر شورای ملی افغانستان. ما بارها از حکومت افغانستان مشورای مجلس سنای افغانستان بارها از حکومت افغانستان تقاضا کرده که باید در سبکدوشی جناب آقای والی قندهار اقدام کنه. آقای والی قندهار از وقتی که در قندهار مقرر شده تامین امنیت در قندهار خرابتر شده روز به روز. از سوی دیگر گروه پارلمانی زیر نام حفاظت از قانون و وحدت ملی تحت رهبری عبدالوهاب عرفانی در مشران جرگه اعلام موجودیت کرد. اعضای این گروه که متشکل از 59 تن هستند هدف اصلی خود را خدمتگذاری هرچی بیشتر به مردم می دانند. همیشه ما و شما در صحبت‌های خود میگیم که پارلمان یا ولسی جرگه یا مشران جرگه این خانه ملت است. بنابراین در اینجا کسایی آمدند که از کلیه اقشار این اقشار مردمی که در این سرزمین زندگی میکنند نمایندگی میکنند و ان شاء الله ترکیب گروه هم طوری است که ان شاء الله به تمام معنا کوشش میشه که اما اهداف و آرمانی که در کلمه وحدت ملی نهفته است ان شاء الله او برآورده شود. امیدوار هستم که مطابق بند ماده 12 اصول وظایف داخلی بتونه این گروه پارلمانی در بهبود کار مجلس سنا ایجاد زمینه های کاری بیشتر در سه قانون گذاری، نظارت و نمایندگی از مردم و فراهم آوری تسهیلات و جلوگیری از بی‌نظمی و با کنترل در آوردن بیشتر نظام پارلمان کمک بکنه. برخی آگاهان به این باورند با توجه به نهادینه نشدن ارزش های دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان چنین گروه های پارلمانی نمی توانند از حقوق مردم دفاع نمایند بلکه این اعلام موجودیت ها برای بهره برداری برخی علاقات سودجو می باشد. نیروهای ویژه روسیه و پاکستان در روزهای آینده برای از بین بردن مراکز تولید هروئین در خاک افغانستان حمله می کنند. رئیس اداره کنترل مواد مخدر روسیه تاکید می‌ورزد که در حال حاضر یک گروه کاری مشترک در اسلام آباد مصروف تنظیم این حمله هستند. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کار را سبب نقض حاکمیت ملی کشور می‌دانند. ویکتور ایوانوف رئیس اداره کنترل مواد مخدر روسیه میگوید نیروهای ویژه روسیه و پاکستان برای یک حمله مشترک جهت از بین بردن مراکز تولید هروئین در افغانستان آمادگی میگیرند. او تاکید دارد که نماینده روسیه و پاکستان سفر کرده و در حال حاضر یک گروه کاری مشترک کشورش و پاکستان مصروف تنظیم این حمله هستند. ما یک نماینده خود را برای تنظیم این حمله به اسلام آباد فرستاده ایم تا
با مقام‌های نظامی پاکستان روی اجرای این حمله کار کند. پاکستان نیز نیروهای ویژه خود را به مسکو فرستاده تا در این زمینه آموزش ببینند. با این حال مقام‌های امنیتی در شرق کشور جایی که گفته می‌شود این حملات در آن اجرا خواهد شد از این تصمیم اظهار بی‌خبری کردند، اما شماری از نمایندگان مجلس در حالی که مسئولان حکومتی را برای نابودسازی مواد مخدر در کشور ظرف چند سال گذشته ناکام می‌خوانند، اما هر گونه حمله خارجی ها به خاک کشور را برای از بین بردن مراکز مواد مخدر نقض حاکمیت ملی افغانستان می‌دانند. درست است که وزارت‌های افغانستان مشکلات خود داره، وزارت مبارزه با مواد مخدر در کار مبارزه با مواد مخدر واقعا ناکام و ضعیف بوده و نتونسته که در طی چند سال مبارزه درست و جدی را بر ضد مبارزه با مواد مخدر بکنه، ولی این به این معنا نیست که از ناتوانی از اینا استفاده بکنه و کشورهای همسایه بیان اینجا مداخله بکنن. مواد مخدری که از افغانستان به روسیه قاچاق می‌شود در سال‌های اخیر از موضوعات جنجال برانگیز در این کشور بوده است. بر اساس گزارش‌ها افغانستان هنوز هم 90% تریاک دنیا را تولید می‌کند. روسیه همواره از عدم جلوگیری قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور اعتراض کرده و نیروهای خارجی در کشور را متهم به کمکاری در این زمینه نموده است. در همین حال گزارش‌ها از ولایت قندوز می‌رساند که معتادان مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است. رئیس شفاخانه ولایت قندوز می‌گوید شمار معتادان مواد مخدر 20% افزایش یافته است و باید دولت در این زمینه توجه جدی نماید. افزایش تعداد معتادان مواد مخدر در ولایت قندوز مردم را سخت نگران ساخته است. عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه معتادان ولایت قندوز میگوید در این اواخر شمار معتادان مواد مخدر 20% افزایش یافته است. کسان چه در ایران سخه برد افغانستان ترازی اتیافی سده چه من گورو با نشهی توک روخ دی دویم در بیکاری کچه و رس پورس با دی وطن کلوڑی دریم در نشایی توکو پیدا که دل پا بازار او خار که بدون دکو مشکل سخه او پا ارزان باید پیدا که. با این حال شمار از معتادان مواد مخدر دلیل رو آوردن با استفاده مواد مخدر را فروش آزاد مواد مخدر در شهر قندوز خونده، اما مسئولین این ولایت این ادعاها را رد می کند. هر چهر لرسی هر کسی که لرسی لست خانی دی لست دانی آقا دی منقلان دیار که دولت نیست، دولت هم راست پیسی وقت دیگه پلار پسی، ولی اصلی باید داخل افکاران اون کاش که بگی یک پاس کوچه باشه، کاش که بگی از فاصله داشته باشه، یک قماندانی یه دیگه جای ولی همون جا از کارمندای جنایی، کارمندای مواد مخدر میگرده خاطر 500 خاطر یک بودل شراب خودش میگردد. مسئولان شفاخانه معتادین ولایت قندوز میگویند در حال حاضر 30,000 معتاد مواد مخدر در این ولایت وجود دارد، اما برای تداوی آنان کار صورت نگرفته است. اگر حکومت افغانستان برای تقویت اقتصاد کشور توجه جدی نکند، پس از سال 2014 با بحران بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد. شماری از اعضای اتاق‌های تجارت و صنایع با بیان این مطلب میگویند با دلیل قانون ضعیف، تدارکات و فساد گسترده در نهادهای دولتی، تاجران کشور تمایل ندارند تا با حکومت قرارداد نمایند. از سوی دیگر برخی اعضای ولسی جرگه نیز از وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور پس از خروج نیروهای بین المللی هشدار می‌دهند. در حالی که قرار است نیروهای خارجی بعد از سال 2014 افغانستان را ترک کنند، شماری از اعضای اتاقهای تجارت هشدار می‌دهند که اگر حکومت افغانستان به مانند گذشته در بخش اقتصادی توجه جدی نکند، احتمال می‌رود که افغانستان بعد از سال 2014 به یک بحران اقتصادی بزرگ دچار شود. نگرانی وجود داره و فعلا امی پروگرامی را که اینا برانداختند که افغان فرست اینیشیتیو نام داره کمی ناوخت است. یک دهه گذشت و تمام قراردادهای بزرگی که اینجا وجود داشت، پرایم کانترکترهای خارجی، قراردادهای کلان که معمولا از ایالات متحده و از کشورهای غربی بودن، پولای زیادی نه اونا بردن امرای خود و در اقتصاد افغانستان هم پول نمان. ما هم این توقع را داریم که ما بروی بسوی بهبودی باید حرکت کنیم و ما مشکلات و چالش هایی که هست او را هرچی زودتر تا بتانیم که یک گام بیشتر برداریم و این پیشنهاد ما به دولت است. مشکل خواهد آمد بعد از این، شاید با مردم مشکل واقع شود، ولیکن مجبور هستیم که ما فعالیت کنیم و صنعت خود ترقی بدیم و تجارت خود که با پای استاد شود.
اعضای اتاقای تجارت با انتقاد از عملکردهای حکومت در این راستا میگویند به اساس راپور بانک جهانی افغانستان در پایین ترین جایگاه اقتصادی جهان قرار دارد. آنان همچنان میگویند به دلیل قانون ضعیف تدارکات پول های کمک شده از سوی خارجیان بار دیگر از طریق شرکت های خارجی دوباره به کشور هایشان انتقال داده شده اند. آنان همچنان میگویند به دلیل فساد اداری تجار افغان به ندرت حاضر می شوند تا با حکومت قراردادی را امضا نمایند. اونا علاقه من به این نیستن که با دولت قرارداد کنه، به خاطر از این میگه که حتی امکان از این بوره که من ماها سالها را در بر بگیره و ما بنا نتونیم که امو پول خود پس بگیریم و یا که قرارداد خود را مراحل کنیم. از سوی هم شماری از اعضای شورای ملی نیز از وضعیت اقتصادی کشور بعد از سال 2014 ابراز نگرانی میکنند. آنان حکومت را متهم به سهل‌انگاری و ساده‌بینی قضیه نموده میگویند اگر حکومت در این مورد توجه جدی نکند بحران دامنگیر افغانستان خواهد شد که مبارزه با آن ناممکن خواهد بود. پد وزارت برنامه کال کی خارجند افغانستان ووزی مش به یوازی د اقتصادی بحران سره نه بلکه د سوه بحران سره به مش مخامخ سو چې به د افغانستان کې ډیر یو غټ ستونزه او مشکلات را ولر کې بل خصوص دنیا پر اقتصاد ولر ده. افغانستان وسوم په اقتصادي بوران کې دی او کفت وزر سوارلسم کې بیخی د شهر به پر چپ ودریش. این در حال است که اتاقای تجارت کابل به همکاری کمپانی جی تری اس برنامه یک روزه ای را به منظور اولویت برای افغان ها راه اندازی کرده است که به باور شماری از سرمایه گذاران راه اندازی این برنامه ناوقت بوده و هیچ نتیجه ای را در بر نخواهد داشت، زیرا در حال حاضر سرمایه ها از افغانستان بیرون شده است. نه وزیر کابینه که روز گذشته از سوی ولسی جرگه کشور را اعتماد گرفتند توانای آن را ندارند تا به مردم افغانستان خدمت نمایند. شماری از باشندگان کابل با بیان این مطلب ولسی جرگه را به معامله گری و گرفتن رشوه برای دادن رأی اعتماد به این وزرا متهم می کنند. اما برخی دیگر به این باورند که مجلس نمایندگان تحت فشارهای شدید حکومت برای دادن رأی اعتماد به این وزرا قرار داشته است. در حالی که وزرای صحت، مخابرات، زنان، انرژی و آب، شهرسازی، انکشاف دهات، فواید آمد، تحصیلات عالی و ترانسپورت روز گذشته بدون هیچ مشکلی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند، شماری از باشندگان کشور به این کار ولسی جرگه به دیده شک می نگرند. باشندگان کشور به این باورند که این وزرا در حالی که پیش از این نیز در وزارتخانه ها به عنوان سرپرست کار می کردند اما برای مردم کشور هیچ کاری را انجام ندادند و اکنون که رأی اعتماد مجلس را نیز به دست آوردند کاری برای مردم انجام نخواهند داد. این وزیرا به این کشور کار نمیده، این کشور جنگیده است، باید این کشور را باز شد و این وزیرای رشوت خور نمیشه. این کشور را باید سم سه وزیرا را انتخاب کنن که مستحقش است. خب اینا باید به مت یک وزیرای انتخاب بکنن که به این ملت خدمت کنه، به این وطن خدمت کنه. چرا که این وطن 30 سال جنگ زده است، 30 سال جنگ دیده و باید به این ملت واقعا خدمت شوه. ما دا وای نه داسې پرن نه وزیران چې ټاکل شوی دی نه ټوله دا د موږ توقو نه ولی چې دا ټاکل شوی دی او په دې باندې زور ده او داسې ده او دا خلک شکایت کوي. همچنان شمار دیگری از باشندگان کشور به این باورند که اعضای مجلس برای رأی دادن به این وزرا پولهای بزرگی را به جیب زدند. این باشندگان اعضای ولسی جرگه را همچنان متهم به ناتوانی نموده می‌افزایند که ولسی جرگه کشور به جز دادن رأی اعتماد به این وزرا چاره دیگری نداشته است، زیرا این مجلس شدیداً زیر فشار حکومت قرار دارد. ده پارلمان دواله چې کله انتخاب شوی دی ده روغ پارلمان نه دی، ځکه په دې کې د اول سر په انتخاباتو کې درغلی و نو پوغه وخت کې دا وکیلان چې دي په شپاپه پروسه باندې نه درغلي، دا وکیلان د ملت وکیلان نه دي. ای باید ای پارلمان کې دینه روز میمونې بود، میمون خوري شو دا ای کل پیسې دا نان خوري و دا کلچه خوري او غذا خوري شو دا ای به خاطر کې ای د پارلمان هر روز بوتل جنگی او جنگ است. باید ای بوتل جنگی یا کل شو چی شو باید یک دست شوند که کشور آباد شوند. وزیران چه پارلمان معرفی شوی دی دا ټول پر روابط بند راغلی دی، دا ټول پر رشوت بند راغلی دی، وکیلان ته زری مټران منلی دی، هغه ته پیسې منلی، هغه ته میمانی راغلی دی،
میمانه ورکړی دي نو اوس غواړي چې دوی رای لاسته راوړي. این گفته در حالی صورت میگیرد که پیش از این ولسی جرګه کشور شش عضو ستر محکمه و لوی سارنوال را از مقاماتشان عزل کرده بودند و رخصتی‌های تابستانی خود را نیز به خاطر عدم معروفی وزرا لغو کردند. اما حکومت به این کارهای مجلس هیچ ارزشی قائل نشد. که رای گرفتن نو عضو کابینه از سوی مجلس میتواند گمانه‌زنی‌هایی را به وجود بیاورد که مجلس به منظور نگرانی از بی‌توجهی حکومت به آنان رای داده است. این در حالی است که منشی ولسی جرگر روز گذشته به حرف‌های نامفهوم هر گونه خلاف‌ورزی در رای دادن به این وزرا را رد کرد. این توجیه‌ها و دسیسه‌های کله خانه ملت است کاملا مردود است و ما او را تایید نمی‌کنیم. افغانستان خانه ماست و پارلمان خانه مشترک کل افغان است. این چه کلی بی حق دارد و شما دیدید که هر کی به حقش رسید. زدا توتیه را دا اومد باید و هر چون چه پارلمان نام بده کنی چی دلت قومی حرکتونی که پولی معاملاتی تا سبولی دل دستی نومان وزیران شده چه اوگوی در نوری دو خراک نداری ولی ننی بس و علای متواسی و منه. این در حالی است که کمیسیون نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری گفته است که اعضای مجلس به وعده رای دادن به وزرا میلیون ها دلار پول از آنها اخذ کردند و اعضای مجلس نیز با اتهام بستن بر یکدیگر این اتهامات را تایید کردند. پس از چاشت امروز قسمتی از کوه دالانسنگ ولایت پنجشیر فرو ریخت که راه مواصلاتی پنجشیر به کابل و همچنان مرکز و ولسوالی های این ولایت را مسدود ساخته است. قماندان امنیه ولایت پنجشیر میگوید این رویداد تلفات به دنبال ندارد، اما پاکسازی راه به دلیل بیشتر فرو ریختن سنگ های بزرگ زمان بیشتر میخواهد و احتمال میرود تا دو روز این راه بر روی ترافیک مسدود باشد. وی تاکید میکند تلاش های دو جانبه از ولایت پنجشیر و پروان برای پاکسازی این جاده ادامه دارد. شرکت مخابراتی اتصالات تفاهم نامه حمایت از برنامه مساوات یا جندر را از طریق خدمات انتقال پول توسط موبایل با وزارت زنان به امضا رسانید. مسئول بخش بازاریابی شرکت اتصالات هدف از امضای این تفاهم نامه را سهمگیری فعال زنان در عرصه های تجاری می خواند. به گفته وی عملی شدن این برنامه سبب تقویت همکاری میان شرکت اتصالات و وزارت امور زنان خواهد شد که می تواند دستیابی زنان را به خدمات اجتماعی و آموزش مهارت‌های تجارتی گسترش دهد. اتصالات خیلی راه‌های مختلف و اکتیویتی‌های مختلف رو در افغانستان آورده برای صادق‌تر کردن زندگی در افغانستان برای افغانی‌ها و آینده رو برای افغانستان میخواد بهتر بکنه. سولوشنی که داریم میخوایم بیاریم برای اینجا برای کمک و همراهی با وزارت زنان این استش که میخوایم کمک بکنیم برای بهبودی و برای بهتر ساختن بیزنس برای خانوم ها. رویدادهای خارجی را بعد از یک وقفه کوتاه پی میگیریم. با افغان نیوز باشید. ایران: رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل میخواهد تا به تحریم ها علیه ایران به منظور توقف برنامه هسته‌ای تهران فرصت دهد. اما نخست وزیر اسرائیل هیچ علائم عقب‌گردی اساسیش مبنی بر حمله احتمالی علیه ایران را نداده میگوید کشورش باید حاکم سرنوشت خود باشد. در همین حال دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطلاعات موثق در دست دارد که نشان میدهد فعالیت های که آژانس در گذشته در مورد آنها ابراز نگرانی کرده بود در منطقه نظامی پارچین ایران ادامه دارد. اما نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران از بازدید بازرسانی آژانس از سایت پارچین موافق است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید گفته است ایران دارای قدرت هسته‌ای قابل قبول نیست، اما باید به تحریم‌های وضع شده علیه این کشور فرصت داد. به نظر ما هنوز فرصتی که بتوان از طریق آن به یک رای حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران دستیافت وجود دارد، اما همه گزینه ها برای حل این معضل در نظر گرفته خواهند شد. اما بنیامین نتانیاهو در کمیته مشترک آمریکا و اسرائیل گفته است که کشورش مصمم به جلوگیری ایران از دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای است و در این مسیر مستقلانه عمل خواهد کرد. اسرائیل باید همیشه توانایی دفاع از خود توسط خودش را در برابر هر گونه تهدیدی داشته باشد.
من از اتحاد عالی دو کشور تمجید می کنم، اما وقتی موضوع ابقای اسرائیل است، ما باید همیشه حاکم سرنوشت خود باقی بمانیم. The means to achieve that goal, a nuclear armed Iran, must be stopped. این در حالی است که یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابتدای نشست شورای حکام گفته است این آژانس همچنان نگرانی‌های جدی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران دارد. او میگوید مذاکرات با ایران برای توافق روی حل و فصل تمام مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور منجر نشده است. بعد از سال‌ها فشارهای بین‌المللی و شکست مکرر مذاکرات با تهران، در ماه‌های اخیر بحث بر سر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل افزایش یافته است. اما ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز توصیف کرده و با فشار تحریم‌های بین‌المللی تن نداده است. ایران همچنان تهدید کرده که هرگونه حمله تل‌آویو به این کشور اسرائیل را نابود خواهد کرد. روسیه پلیس ضد شورش روسیه صدها تن را پس از تظاهرات علیه انتخاب ولادیمیر پوتین با عنوان رئیس جمهور این کشور بازداشت کرده است و الکسی ناوالنی رهبر معترضان نیز در میان آنهاست. با گفته پلیس ضد شورش، آنها 300 نفر از یک گروه 800 نفری از معترضان را در مرکز سن پترزبورگ دستگیر کردند. 250 نفر دیگر از جمله ناوالنی در مسکو پایتخت روسیه بازداشت شدند، اما او آزاد شده است. کشورهای جهان پیروزی آقای پوتین در انتخابات یک شنبه را پذیرفتند، اما ناظران گفتند که رایگیری به نفع او برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در تماس تلفنی با پوتین گفته است او چشم انتظار کار برای جمهوری جدید روسیه برای فایق آمدن بر موانع در رابط میان بریتانیا و روسیه و ساختن مناسبات عمیق‌تر سیاسی و تجاری است. اما آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت روسیه خواستند درباره ادعاهای نقض مقررات در جریان رایگیری تحقیق کند. پیشتر ناوالنی و سرگیو لاتسوف دیگر رهبر معترضان برای جمعیت 14 تا 20 هزار نفری در میدان پوشکین مسکو سخنرانی کردند. پوتین صبح دوشنبه در جمع حامیان خود در مسکو گفت که در رقابت آزاد و منصفانه پیروز شده است، اما گروه های مخالف و مدعی هستند که تقلب گسترده در انتخابات تأخیر روسیه صورت گرفته است. گالوس از نهادهای نظارتی مستقل انتخاباتی اعلام کرده است که پوتین فقط کمی بیش از 50% آرا را به دست آورده است که به مراتب کمتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی مسئولان رسمی انتخابات روسیه است. پاکستان شماری از نهادهای جامعه مدنی در پشاور پاکستان بر روز شنبه دست به تظاهرات زده و خواهان توقف فعالیت شورای دفاع پاکستان شدند. این نهادها با انجام راهپیمایی گسترده شورای دفاع پاکستان را مسئول قتل میلیون‌ها انسانی بی‌گناه می‌دانند. ادریس کمال رئیس یک نهاد جامعه مدنی پشاور که در این راهپیمایی صحبت می‌کرد گفت جنرال حمید گل و همراهانش مسئول قتل 3 میلیون انسان به ویژه پشتون‌ها هستند. حمید گل رئیس سابق سازمان جاسوسی پاکستان یا SI می‌باشد. گفته می‌شود که او یکی از بنیانگذاران طالبان افغان است و هر از گاه راهپیمایی را به هدف جذب مردم به صف طالبان برگزار می‌کند. قرار است شورای دفاع پاکستان راهپیمایی را در 18 ماه مارچ در پشاور برا اندازد. تظاهر کنندگان روز شنبه از رئیس تر محکمه پاکستان خواستند تا از برگزاری راهپیمایی جلوگیری نماید. سخنرانان در این تظاهرات تاکید کردند که در گذشته شورای دفاع پاکستان به نام دفاع افغانستان و اسلام هزاران تن انسان بیگناه را به قتل رساندند و اکنون بار دیگر می‌خواهند این حادثه را تکرار کنند. سوریه شماری از ساکنان شهر حمص سوریه که از این شهر فرار کردن نیروهای امنیتی رژیم سوریه را به جنایت جنگی متهم می‌کنند. آنان مدعی‌اند که نیروهای دولتی به قتل کودکان در این شهر مبادرت می‌ورزند. از سوی دیگر رهبران سعودی و قطر برای یافتن راه به منظور پایان خشونت‌ها در سوریه دیدار و گفتگو کردند. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی و شیخ حمدال ثانی امیر قطر روز دوشنبه در حال بحران جاری در سوریه را بررسی کردند که رژیم این کشور به امدادگران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه ورود به محله بابا عمروی حمص را نمی‌دهد. بعد از خروج نیروهای مخالف دولت از محله بابا عمروی شهر حمص، فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت گزارش کردند که نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حامی رژیم بشار اسد مردان و نوجوانان بالای 14 سال را که در این محله گیر ماندن اسیر و بعد از شکنجه به قتل می رسانند. روپورت کلوور سخنگوی کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از این گزارش ها گفته است که این شواهد برای محاکمه های بالقوه در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یک کمیسیون تحقیق مستقل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود در ماه فوریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی سوریه اقدامات
گسترده و سازمان یافته ای را در نقض جدی حقوق بشر انجام دادند که به مثابه جنایت علیه بشریت است. با گفته این کمیسیون، این اقدامات با موافقت مقامات سوریه در بالاترین سطوح صورت گرفته است. خبرهای ساعت با چند تصویر خبری به پایان میرسد. شاد، موفق و کامگار باشید. Se va a pasar. No le cuento. Solo paja y agua.